شما چه اشتراکی بین آرتور مورگان ردد دو و ناصرالدین شاه قاجار خودمون وجود داره؟ میخوام توی این ویدیو در مورد این موضوع باهاتون صحبت کنم. پس به اپیزود جدید اتاق بازیمون خوش اومدید. بازی‌های راکستار همیشه به ایسترگایی که دارن معروفن. یعنی اصلا یه ده اصلا که کارشون اینه که بازی‌های راکستار رو وجب به وجب بگردن، بالا و پایین رو به هم رب بدن و چپ و راست رو بگردن تا یه تئوری یا یه ایسترگ جدید توی بازی در بیارن. حالا کاری ندارم که خیلی از این تئوری‌هایی که پیدا میکنن زاده تخیلات خودشونه و سازنده ها روحشونم بدبخت و خبر نداره از این اکتشافات، اما یه وقتایی هم این ایسترگ ها درست هستن و سازنده ها اونا رو توی بازی‌های خودشون قایم کردن که طالبشون پیدا بشه و کشفشون کنه. تنوع این ایسترگ ها خداییش خیلی زیاده، یعنی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد هم لای این استرگاشون پیدا میشه. در واقع همه چی پیدا میشه الا اشاراتی به ایران و ایرانی. کلا انگار ما ایرانی ها رو اصلا به حساب نمیارن. انگار که 80 میلیون ایرانی توی خاورمیانه و حدود 10 میلیون نفر هم پخش در سرتاسر این کره خاکی دارن زندگی میکنن. البته یه وقتا یه اشاره هایی هم میکنن که بهتره نکنن، یعنی همونم نکنن بهتره. مثلا به قول فشن نگاه کنین، این الان کجاش هم ایرانی هست؟ آدم قیافه اینو میبینه باید ده رکعت نماز وحشت بخونه. آقا این چیه؟ حالا کاری به هم اخلاق و رفتارش و نظریات در مورد زنان نداریم که همین نظرات باعث میشه که خون کریتوس به جوش بیاد و به این صورت چندشاور بکشدش. آقا اگه بخوام خداییشم بهتون بگم، ولی همیشه هم انقدر زشت و کریه نشونمون نمیدن. مثلا توی بازی های پرنس آف پرشیا خب شخصیت ایرانیه دیگه، ولی اینجا هم فقط اسمش ایرانیه و اخلاق و رفتار شبیه اروپایی قرن 21ومیه. مثلا شما به طرز پوشش فرح خانم نگاه بفرمایید. نمیخوام بگم درسته یا غلطه، ولی این پوشش توی ایران 1403 آقا جان قفله. من خیلی بعید میدونم 1000 سال پیش زنها اینجوری لباس میپوشیدن و با دوست پسرشون که همون پرنس باشه اینور اونور میرفتن. منظور کلیم اینه که اگه بخوان نشونم بدن، یعنی ما رو نشون بدن، ایرانی واقعی رو نشون بدن و بیشتر تحریف تاریخ میکنن. آقا یعنی چی؟ خب بیاین زیاد از موضوع اصلی دور نشیم. تا اونجایی که حافظه من یاری میده، نزدیکترین حضور یه ایرانی در بازی راکستار مربوط میشه به بازی جی تی سان اندریاس. بله، سورپرایز شدید نه؟ مگه کوری؟ ترسک ماشینمو دزدی. توی این بازی دو تا شخصیت ایرانی وجود داره که فارسی هم صحبت میکنن. الان براتون این سوال پیش میاد که چرا پس تا حالا این دو تا شخصیت رو ندیدیم؟ مگه نه اینکه اگه ماها ساناندریاز رو خوردیم، پس این دو تا شخصیت کجا بودن که ما تا حالا اسمشون رو نشنیدیم؟ خب دلیلش اینه که این دو تا NPC در محصول نهایی نبودن و از بازی حذف شدن، ولی اطلاعاتشون و حتی دیالوگاشون توی دیتاهای بازی موجوده. ماشاءالله. میخوای دعوا بکنی ها؟ چرا؟ اینم شانسی مایه حذفمون کردن. خیلی قشنگ. به هر حال جز این به ما ایرانی ها توی بازی راکستار اشاره ای نیست، یا حداقل من چیزی پیدا نکردم، تا اینکه توی هفته پیش سرکله کی ناصرالدین شاه توی بازی ردد دو پیدا شد. آقا بذارین من از اول توضیح بدم که اصلا داستان چیه. واقعیت اینه که خود من تا اونجایی که میتونم از فضای توییتر، مخصوصا توییتر فارسیه، مثلا دوری میکنم. به شما هم پیشنهاد میدم اگه برای سلامت روح و روانتون ارزش قائلین، اصلا سمت این پلتفرم و کامیونیتی فارسی نرید. بدون اینکه بخوام به هر کسی که توی این پلتفرم فعالیت میکنه توهین کنم، خدا بس دیگه، اما واقعا فضای این پلتفرم به واسطه یک کلی ترولی که توش وجود داره به شدت سمیه. یعنی اگه دوست دارید ببینید ایران توی دنیای موازی چه شکلیه، وارد توییتر فارسی بشید. یعنی قیامتی برای خودشه ها که اصلا به هیچ کدومتون پیشنهادش نمیکنه. اما ما یه اشتباهی کردیم اوایل که این کانال رو ساختیم، یه اکانت هم برای توییتر ساختیم. لینکش هم کردیم به چند تا از این وبسایتایی که کد بازی‌ها رو خب برامون ارسال میکنن. نمیتونم دیاکتیوش کنم چون راه ارتباط من با سازنده ها همین اپ عزیزه. الا
الان کار ما این شده که هر چند ماه یه بار وارد اکانتم بشم فوشای بعدی که یک سری از ترول های بی تربیت میدن رو پاک کنم. هفته پیش بود که برای پاکسازی وارد توییتر شدم، یوهو با یه پست خیلی جالب روبرو شدم. بچه ها میدونم اینجا یه خورده شبیه خاطره بازی شده، ولی قول میدم که جلوتر که میریم خیلی جالب تر میشه. دیدم یه تاریخ نگار و نویسنده کتاب های تاریخی به اسم آقای بهنام انصاری یه خاطره خیلی بامزه از یکی از خاطرات شکارهای ناصرالدین شاه رو توییت کرده بود. کلیت خاطره اینجوری بوده که روزی روزگاری ناصرالدین شاه به شکار قوچ میره. به یه راهی چوپان میبینه، سوار الاغ چوپان میشه. عکاس پاشی های شاه هم که تو رکابش بودن ازش عکس میندازن. چوپان هم برای خود شیرینی الاغ رو به قبله عالم توفه میکنه. شاه عصبانی میشه که مردک الاغ به شاه عالم کادو میدی؟ دستو میده که چوپان رو شلاق بزنن و الاغ هم میندازن جلوی شیرها که بخورنش. خاطره خیلی جالب و باحال بود، برای همینم شروع کردم که کامنتاشو بخونم و بین کامنتای کامنت خیلی عجیب دیدم. یکی از کاربرا نوشته بود که این خاطره به صورت ایسترک توی بازی رد دد رو وجود داره. اینجا بود که شاخکای من تیز شد. مگه میشه همچین چیزی؟ اصلا از کجا معلوم که این خاطره حقیقت داشته باشه؟ برای همینم شروع به جستجو توی فضای اینترنت کردم و دیدم بله، حتی خبرگزاری های مختلف و رسمی هم از جمله اینا هم این خبر رو پوشش داده و حتی عکس هم از این واقعه گذاشته. حتی اونور آبی ها هم مثل سایت من و تو هم بهش اشاره کرده بود، یعنی این خاطره حقیقت داشته. اما اگه توی رد دد دو بوده چرا تا به امروز هیچ گیمری این استریک رو پیدا نکرده بوده؟ من یه رفیق دارم که ثانیه به ثانیه رد دد دو رو حفظه. چطور ممکنه شاه ایران رو توی بازی بوده و ندیده باشه؟ یعنی این دوست من متوجه نشده؟ احتمالاً این استریک به صورت همون ماموریت‌های فرعی رندوم توی بازیه. کسایی که رد دد دو رو بازی کردن میدونن که ما یه سری ماموریت رندوم داریم که برای هر کی ممکنه متفاوت باشه. موضوع داشت جالب میشه. ولی سوال اصلی برای من اینه که همچین خاطره ای اصلا چطور به گوش برای بچه های راکستار رسیده؟ حالا خود من که کلم از صبح تا شب توی تاریخ و مخصوصا تو تاریخ معاصره همچین خاطره ای رو چرا نشیدم؟ بعد راکستار از کجا با همچین خاطره ای آشنا بوده؟ شاید کار آقای خانساری باشه. خب برای اونایی که نمیدونن بگم که آقای خانساری یه بازیساز ایرانی که سالهای سال توی راکستار کار کرده، ایشون توی پرونده خودش بازیهایی مثل جی تی ای سان آندریاس رو داره. آره همین خانساری از اونجایی که ایرانی بوده احتمالاً این خاطره ی ناصرالدین شاه رو توی کتاب تاریخی جایی خونده، بعد آورده انداختش توی بازی رد دد دو. اما این وسط یه مشکلی وجود داره. خانساری اصلا در موقع ساخت بازی رد دد دو عضو راکستار نبوده که. ایشون سالها قبل از اینکه پروسه ساخت بازی رد دد دو شروع بشه راکستار رو ترک کرده. پس کار خانساری هم نمیتونه باشه. بعد من اصلا یه نکته جالبتر فهمیدم. دوره زیست ناصرالدین شاه که اصلا هم به وقایع رد دد دو نمیخوره. یعنی رد دد دو زمانش به رضا شاه میخوره نه ناصرالدین شاه. چطور ممکنه راکستار که اینقدر توی ساخت بازیاش وسواس به خرج میده همچین دوای بچگانه ای بکنم؟ عجیبه. من دیگه واقعا مغزم به جایی نمیرسه. هرچی بیشتر فکر میکنم گیجتر میشم. یه دقیقه صبر کن ببینم. آقا این عکس ناصرالدین شاه که سوار خر است خیلی آشنا نیست برای شما؟ به جان خودم من اینو یه جایی دیدم. این احتمالاً خود آرتور مورگان نیست؟ چرا دیگه، خودشه. این همون آرتوره با ریش زده و سیبیل دیگه سوار خر شده و با فیلتر عکس قدیمی در حال فوتو مود بازیشه. یه عکس گرفته دیگه. پس چرا خبرایی مثل اینا از عکس بازی برای این خبر استفاده کرده؟ جالب شد. تازه اینجا بود که اصل ماجرا دستم اومد. تمام این ماجرا از اکانت توییتر این آقا شروع شد. حالا این آقا کیه؟ یه گیمر خیلی خوش‌ذوق با یه قلم خیلی طناز و بانمک. ایشون کلن توی پیجش توییت‌های خلاقانه گیمی میذاره که از حق هم نگذریم بعضیشون واقعا بامزه است. این پست مربوط به ناصرالدین شاه هم یکی از طنازهای این دوست عزیز ما بوده که با این عکس‌ها توییتشون کرده بود. از اونجایی که قلم این خاطره خیلی خوب و نزدیک به قلم ناصرالدین شاه بود،
توی توییتر هی ریتوییت شده و به افرادهای بیشتری نشون داده شده تا رسیده به دست یکی از دوستان محقق از جمله آقای بهنام انصاری. ایشون هم احتمالاً دیده عجب چیز باحالیه، سری خواسته به اسم خودش ثبتش کنه، برداشته بازنشرش کرده بدون اینکه منبع رو چک کنه. البته این دوست عزیزمون که توی تصویر رو زده توی کامنت ها رفته بهش اصل ماجرا رو گفته که آقای بهنام در یه توییت حماسی دیگه به جای اینکه عذرخواهی کنه برداشته ماسمالی کرده. کلن ایرانی جماعت گردن نگیرش خیلی خوبه، بزرگ کوچیکم نداره، همشون یه شکل. حالا من چرا این قصه رو براتون تعریف کردم؟ به خاطر اینکه دوستان من فضای مجازی اسمش روشه مجازی. خیلی چیزایی که توش میبینید دروغه و غیر واقعیه. اصلا مهم نیست که خبر رو کی داره نشرش میده، خبر میتونه توسط یه ترول یا کانال تونل زمان نشر داده بشه. پس وقتی دارین توی این فضا میگردین مراقب اون نگاه های زیباتون باشین که یه عده علکی از سادگی و بی اطلاعاتی ماها سوء استفاده نکنن. خب این از ویدیوی امروز، نظر شما چیه؟ به نظر شما ناصرالدین شاه اگه توی ردت بود چی کار میکرد؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسید. ویدیو هم اگه تا اینجا دیدی و لایک نکردی همین الان بکوب که خیلی به من انرژی میده. و تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.